بازم خوش آمدین. تشکر از این که امروی ماستین. یک سلام ویژه دارم به کارمندان ریاست تنظیف شهرداری کابل، دوستای کمیل از مصروف صفایی و پاکی شهر کابل هستند. دستای شما از بوسیدن است، واقعا شما قهرمانای سرزمین هستید. در کنار ما بانو نرگس محمد سخنگوی شهرداری کابل هستند. میخواییم در رابطه به دیروز روز جهانی تشناب شهری بود، میخواییم روی کمبود تشناب های شهری در سطح شهر کابل صحبت بکنیم و در ضمنش فرارسیدن زمستان، باریدن برف باران و دند شدن آب به سرک ها و جاده های شهر کابل و همچنان یک بخش را ایجاد کردند که مامورین انسجام ترافیک استخدام کردند و میخواییم که بیشتر روی از این موضوع بپردازیم. بانو محمد خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر، صبح بیننده عزیز بخیر. بخیر باشید. روز جهانی تشناب شهری دیروز بود و این در حال است که در شهر کابل، در سطح شهر کابل ما با کمبود تشناب شهری مواجه هستیم. چرا شهرداری کابل در این سالهای زیاد یک مقدار پول، یک مقدار بجت، یک مقدار بودجه به خاطر اختصاص ساختن تشناب های شهری نداشته؟ شکر از شما. البته اگر ما امسال با چندین سال قبل مقایسه کنیم، چندین سال قبل اگر ما با 4 سال و 5 سال قبل مقایسه بکنیم، ما در سطح شهر به اندازه 3-4 تشناب شهری هم نداشتیم، مگر فیلحال ما در حدود 35 تشناب شهری داریم و امسال تانستیم با نظر داشته مشکلات که در شهر بود و به همهشان یعنی بسانمی بود، بنان 5 تشناب با ما امسال کارشان آغاز کردیم که 4 تشناب کارشان به اتمام رسید و انشالله تا سالهای آینده ما بتونیم تعدادشان دیگه هم اضافه تر بسازیم. قبول میکنم که مشکل است، ولی مشکل بود که سالهای سالها بر ما مانده بود و ما با بسا مشکلات دیگه هم که در شهرولی کابل است، ما ایره هم همیشه روی کار داشتیم و روی کار گرفتیم و امسال هم تانستیم که در حدود 4 تشناب های دیگر هم در سطح شهر بالا ببریم. بسیار خوب. کارمندای شهرداری کابل در قسمت ها معذف هستند به خاطر پاکی و صفایی و یا هم متاسفانه که ما فرهنگ شهرنشینی ما یک کم پایین تر است و از تشناب هم وقت استفاده میکنن به شکل درستش استفاده نمیکنن. آیا کسی هست در اینجا که ما یک تیم مشخص داریم که امکان نداره که ما یعنی تشناب باشه و در اون ساحه هیچ کسی نباشه؟ دقیقا ما در ساحات مختلف در جاهای مختلف تشناب های شهری که موجود است، تیم مشخص ما در اون ساحه می باشه و یک اوقات مشخص باشه که با در اون اوقات تشناب را پاک میکنن. و البته ما خواهش ما بازم در این زمینه هموطن عزیز ما است که ما همکار باشن و نشه که کار شهرولی کابل و کار کارمندان تنظیف ما را دوچند بسازن. در صورت که ما همکار باشه و دست به دست به کارمندان تنظیف به تا ما بتونیم یک جا شهر به شکل کلی نه تنها این موضوع را بلکه تام شهر زیباتر و پاکتر بسازیم. کدام قانون در شهرداری کابل وجود نداره که اگر شخص رفلاجت میکنه در کنار و در جایی که اصلا مناسب نیست و اونجا رفت آمد هم خیلی زیاد است و او را بتانن جریمه بکنه؟ البته واقعا اگر یک موضوع خلاف فرهنگ شهری است، ما خواهش میکنم از هموطن عزیز ما که نزاکت های اجتماعی و فرهنگی را مراعات بکنن. ما در بسا اوقات به مشکلات روبرو میشیم که در یعنی در اکثر انساها سرصدای هموطنان ما میبره که در این ساحه تشناب نیست، مگر وقتی که در بسا اوقات ما دیدیم که تشناب نزدیک شامل باشه و لیوا از وای استفاده نمیکنن، پس ما ازشان خواهش میکنیم که در ساحاتی که ساخته شده حداقل از وای استفاده بکنن. فرارسیدن زمستان، باریدن برف باران یک معضله بسیار کلان بوده در چند سال اخیر در شهر کابل. من امروز رفتم به طرف ریاست تنظیف شهرداری کابل. یک زمان وقت باران میشد اونجا یک جزیره ساخته میشد، از اونجا یک بر ساخته میشد، اما حالا خوشبختانه سرکش قیر شده، بسیار منظم شده. اما طرف چارای سلطان محمود غزنوی هنوز هم حالت خود را داره. شما تدابیر جدی را اتخاذ کردین به خاطر
مشکل؟ البته ما قبول میکنیم که نه تنها در این دو ساحه که شما یادآوری کردین، بلکه دیگه هم بسیاری از ناحیه های ماست که با هم چه مشکلات رو براست. میخوام بر شما واضح بسازم که مشکلات از کجا سرمنشه گرفته. در شما میدانن که ما در یک شهر زندگی میکنیم که به شکل غیر پلانی رشد کرده و سرک های ما از قدیمی که ساخته شده به شکل اساسی ساخته نشده، یا به شکل درست حفظ مراقبت نشده، یا عمو معیار منظم تناژ موترها که باید سر و رفت آمد داشته باشه به اساس شده، که این باعث میشه که در مجرد که به اندازه کم هم بارندگی میشه ما با مشکلات روبرا میشیم. و پارسال هم متاسفانه ما با این مشکلات روبرا شدیم چون که فصل زمستان بسیار شدید بود، ولی امسال نظر به سالهای گذشته ما از ماه سنبله در جاهای مختلف که آسیب پذیر بود و شناسایی شده و ما در زمینه چندین کار را که به خاطر اینکه ما پیشگیر باشیم بر زمستان آینده آغاز کردیم. البته اولین کار ما پاکاری کانال ها، جوجه ها و لوشکشی هاست که کار لوشکشی را ما از ماه سنبله آغاز کردیم و انشالله ما بتانیم تا 2 الی 3 هفته آینده ما به شکل کلی تام لوش ها را از سطح شهر جمع‌آوری بکنیم. و یک مشکل که همیشه از چند مدت هموطن عزیز ما با اون یعنی این صدا را میشنیم و گفته ایشان مگه شما وقتی که لوشکشی میکنین و تا مدت زیاد در مساحه میمانن، میخوایم هموطن عزیز خود اطمینان بتم که در هر ساحه که لوشکشی میشه ما ناگزیر هستیم، البته تا یک مدت، تا 2 روز 3 روز 4 روز حداقل تا 5 و 6 روز ما میتونیم که او را در مساحه بگذاریم. علتش در کجاست؟ علتش این است وقتی که ما او را از جای بالا میکنیم ما نمیتونیم با مو آبی که چون که او آب میداشته باشه ما با مو آب را از دوست موتر انتقال بدیم، مگر به مو شکل ما انتقال بدیم تا هم سرکار مملو از لوش میکنه. پس ما میگذاریم او را تا یک چند مدتی که یک چند روز البته تا هم آب خود جذب کنه و بعدا از او ساحه گرفته میشه. یعنی این کارهایی بود که ما به خاطر فصل آمدن زمستان روی کار داریم. انشالله که ما بتانیم تا سال آینده را نسبت به سال گذشته کنترل کرده بتانیم. بسیار خوب. شما مامورین را استخدام کردید یا میکنید نمیدانم در قسمت انسجام ترافیک و ای که کارهایشان وظیفهشان چیست؟ من تا نمیدانم، اما کاملا نو خبر شدم. میشه که در این مورد یکم به ما و بیندایی که برنامه رو میبینن توضیح. تشکر البته از موضوع شما. هم طور که شما میدونن که شهرولی کابل همیشه ما در صدد این بودیم تا مشکلات ترافیکی هموطنان عزیز خود کمتر و کوتاه‌تر بسازیم. بنابر تمام کارهایی که ما همیشه سر سال روی دست داشتیم، مثلا چاره‌ها بوده، استگاه‌ها بوده، پل‌های هوایی بوده، پل‌های موتر که طالما نساختیم ولی در روی دیزاین است، ما با این تمام کار جدیدی را که روی کار گرفتیم انسجام تعیین کردن تقریبا 300 در حدود 300 مامورین انسجام ترافیک است که یا در 3 بخش امرای شهرولی کابل امرای مامورین ترافیک کار میکنه. اولا میخوایم بگویم که شهرولی کابل همیشه ما بخش مدیریت ترافیک پیش برده نمیتونیم، ما به شکل همکار با اداره ترافیک در این بخش همکار هستیم و فلحال این 300 نفر را که ما جدیدن البته در شهرولی کابل و می وظیفه ما را عقص کردیم یا در 3 بخش. اول در بخش همکاری با شاگردانی که روی سرک است، یعنی با ای که وادست می شاگرد بگیرن و ما به یک شکل به یک نحو کمک کرده بتانیم و شاگرد از یک جا به جای دیگر راهنمایی بکنیم. دیگر ماوانی که در روی سرک های مختلف در روی سرک های مختلف گذاشته شده به خاطر که ما با در روی زمین همکاری کرده بتانیم با هموطنان عزیز و همچنان در به کنترل بعضی از استگاه ها. در چند مورد مامورین ما کار میکنه که کلا حدود 300 نفر هستند، ولی ما چون که یعنی قطعه جدیدن ساخته شده ما فعلا در حدود 43 نفر داریم. انشالله ما بتانیم که تا ماه آینده به شکل کلی ما 300 نفر داشته باشیم. و ایره هم میخوام که متن عزیز ما بخواهی شدم رایشان سوال باشه که یا با کدام یونیفرم باشن یا با رنگ یک یونیفرم با رنگ نیلی میپوشن که یک لوگوی شهرولی در بازویشان میباشن و رایشان یک دنده هم میباشن که و یک استاپ چی هم میباشه که بازو استفاده میکنن. و ما خوشمند هستیم از هموطنان عزیز ما تا قوانین مراد بکنن و خود ما بتانیم با یک شهر بدون از ازدحام رو بهره باشیم. ای کاش بجای دنده یک کلاشینکو برش میدادید که اگر کس قانون مراد نمی کرد یک اقدام بسیار جدی می کرد. خطر ظالمانه هم رفتار کرده نمیتونیم. خیلی کار فوق العاده است از طرف شهرداری کابل، بخصوص کنترل ایستگاه ها
متاسفانه امی لحظه که ما شما صحبت میکنیم ایستگاه هایی که در شهر کابل جدیدن ساخته شده بله. از طرف شهرداری کابل، اما ما بارها متوجه شدیم که از او به نحو دیگه استفاده میشه، به شکل نادرست استفاده میشه. ببینین چیز کثافت است در اون قسمت ایستگاه هاست. در این قسمت کنترل تان شروع شده یا شروع میشه و از این بعد بخیر؟ ما البته این کار فقط در حدود دو سه روز میشه که مامورین استخدام شدن و وقتی که این مامورین استخدام شد یک وظیفهشان کنترل ایستگاه ها هم است. مگر میخوای هموطنان عزیز خدا بگویم که هیچگاه دو سه چهار نفر شاروالی کابل نمیتونه که ایستگاه ها را کنترل بکنه. خدا کنه اگر ما اونجا یک قطعه هم بشانیم، ولی ما نمیتونیم در صورتی که هموطنان عزیز ما برای ما همکار نباشه. و دیگه اینکه تال میلیبس ها هم وارد نشده، به مجرد که میلیبس ها وارد میشه و غرفه هایی که پالوی ایستگاه ها مانده شده، غرفه ها به شرکت های مختلف به شکل یعنی به وا داده میشه و در مقابل شاید شارولی کابل از وا یک تکس بگیرن که با ای که امی قطعه و مکلفیت ایستگاه را می داشته باشه، کسی که در غرفه می باشه و همچنان یک مکلفیت بسیار کلان و بزرگ از هموطنان عزیز خود ما است که ما برای ما همکار باشه تا ما بتانیم که ایستگاه ها را طوری که ساخته شده به مشکل از استفاده شده. بسیار خوب. ما از در مسیر مکیان هر صبح میایم و یک ایستگاه در قسمت یکی از کلینیک های خصوصی است که بیشتر مردم با او آشناست. دیدم امروز صبح که یک دو سه سیب گندیده را گرفتن در سر چوکیاش به شکل پراگنده انداختن. بسیار جای تاسف است که در این شهر زندگی میکنیم که 6 میلیون نفوذ داره و ما همیشه داد از فرهنگ میزنیم، داد از زندگی شهری میزنیم، داد از زندگی کردن در یک شهر که لاقل میخواییم که بگیم شهر ما خانه ماست و در قسمت تطبیق کردن یا عملی کردن اصلا شهر ما خانه ما نیست دیگه. اگر واقعا شهر ما خانه ماست نباید همچی یک کار را انجام بدیم. تشکر بانو نرگس از ای که حضور پیدا کرده. در آخر اگر کدام گفتنی خواست داشته باشید. تشکر از شما. البته باز هم میخوام یادآور شوم که شهرولی کابل هرگز هیچ کار خود به صورت تنهایی انجام داده نمیتونه. اگر او موضوع استگاه ها باشه، اگر او موضوع زباله ها باشه، اگر او موضوع ترافیک باشه، ما در هر موضوع ما شد نیاز داریم به همکاران عزیز، با هموطنان عزیز ما، تا وامرای ما همکار باشه و ما بتانیم که همه از کارهایی را که ما روی کار میگیریم و همچنین مسائل مختلف ما روی کار میگیریم، ما بتانیم او را به شکل خوبی و به درست صورت انجام داده بتانیم. بخیر باشید. تشکر. زنده باشید. تشکر از شما هموطنان خوبم که تا ایدم همراه ما هستید.